سریال خاندان اجدها و سریال بازی و تاج و تخت از روی چه کتابایی ساخته شدند؟ درود به رفقا، ساحره ها، جادوگرها و مایلا. اینجا ناکسه، ارائه از مرکز دنیای جادوگری. من نیازم و امروز میخوام همه چیز رو راجع به کتابای گیم آف ترونز بهتون بگم. کتابایی که هم از روش سریال گیم آف ترونز ساخته شد، هم خاندان اجدها. با من همراه باشید. این اولین ویدیویی که حتی یه خط متن واسش ننوشتم و قبلش تمرین نکردم. اومدم همه چیز رو فعل بداهه بگم. چرا؟ چون احساس دینی برگردن خودم میکنم. هر سری که یه جا بحث میشه بین خانواده، دوستا، همکارا، سر کلاس، هر جا راجع به گیم آف ترونز بحث میشه، همه میان میگن که پایان سریال بد بود، خرابش کردن، چه میدونم خاندان اجدها لوس بازی پر اجدها است و اینا، و من خیلی عصبی میشم. هر سری راجع به این قضیه باهاشون بحث میکنم و خیلی توضیح میدم. این ویدیو رو واسه اونا گرفتم که البته هم اونا ببینن، هم اطلاعاتی بقیه راجع به این کتابا زیاد بشه. یعنی یه چیزایی که همه به نظرم باید بدونن، کسی که خاندان اجدها رو دیده و گیم آف ترونز رو دیده باید اونا رو بدونه. آقا مارتین وقتی اومد این کتابا رو بنویسه، اول هدفش این بود که 3 تا کتاب بنویسه. مارتین نویسنده کتابای گیم آف ترونز. اینم بگم که به کتابای گیم آف ترونز میگن نغمه ای از یخ و آتش. اسم مجموعش نغمه ای از یخ و آتشه. اسم کتاب اول گیم آف ترونز. به هر حال مارتین وقتی اومد اینا رو بنویسه گفت میخوام 3 تا بنویسم، ولی نتونست جلو خودش رو بگیره و گفت میخوام 7 تا بنویسم و آخرین کتابش رو تقریبا سال 2011 داد که کتاب پنجم باشه. اسم کتابش رقصی با اجدهایانه و از اون سال تا الان ما منتظر کتاب ششم و هفتمیم، بادهای زمستان و رویای بهار. و اون حالا اونقدر این داستان پیچیده است و شخصیت زیاد داره و هم سعی میمیرن که نظر مخاطب اینه که حتی خود مارتین هم نمیتونه دست و پای این کتابو جمع کنه و دو تا کتاب آخر رو بنویسه. و خب این یه دفاع بزرگ در مقابل پایان سریال دیگه. سریال رو اون کارگردان‌ها اومدن ته ماجرا رو از مارتین پرسیدن. این مارتین بهشون گفت که نتیجه هر کسی چی میشه اون دوره که تو ذهنش بوده حداقل، و اونا اومدن همون پایان‌ها رو سریع تموم کردن. ولی مارتین خودش هنوز آخر این داستان رو ننوشته. پس میشه گفت که ممکنه پایان خیلی فوق‌العاده‌ای داشته باشه و از پایانش کیف کنیم. به هر حال پس جلد 6 و 7 این کتاب نوشته نشده. یه بار من اسم این کتابا رو میگم که اگه خواستین بخونید بخونید. بذار از 5 میگم چون سنگینه. جلد پنجمش اینه، رقصی با اجدهایم، که خب از یه واقعه تاریخی تو همین تاریخ این دنیا الهام گرفته شده اسمش و جلد پنجمه. جلد چهارم اسمش ضیافتی برای کلاغ هاست که جلد چهارم این مجموعه حساب میشه. جلد سوم طوفان شمشیر هاست و جلد دوم نبرد پادشاهانه و جلد اول هم که خب بازی تاج و تخت. اینو گفتم که اگه خواستین کتابش رو بخرین یا بخونید ترتیبش رو بدونید. حالتا من از عقب گفتم چون اینا برعکس رو هم دیگه چی داشته بودن و سنگین بودن. حالا مهمترین مسئله واسه ما ایرانی اینه که ترجمه کتاب رو چجوری بخونیم. باید بهتون بگم که اصلا ترجمهش رو نخونید. یعنی هر ترجمه که به صورت یه ناشر ایرانی چاپش کرد، ناشری که از ارشاد رد میشه، علاوه بر اینکه پر از سانسوره، خب خودتون میدونید دیگه، سریال دیدین میدونید که پر از سانسوره، اشتباه هم خیلی توش زیاد داره. خیلی، چون خب مارتین یه فرهنگ رو خلق کرده دیگه، زبان و چه میدونم نقشه و تاریخ و جغرافیا و خیلی چیزا، و پر از اصطلاحات و پر از اسامی عجیب و غریب که حتی تو خیلی از ترجمه هاش این تلفظا درستش رو ننوشتن و تلفظ اشتباهیه. جدا از این که مثلا خیلی از اون کلمات خیلی خیلی خاص ترجمه شدن، حتی مثلا چه میدونم اولش نگم بهتره. پس ترجمه هایی که توی بازار به صورت ناشر رسمی، یعنی ناشر ایرانی چاپش کرده، چون ناشر رسمی که نداره این کتاب توی ایران دیگه، کپی رایتی توی ایران ازش گرفته نشده، این آره، نخرید اصلا، ابدا نخرید، چه الان چه تا وقتی که ارشاد زنده است. ترجمه اینترنتش رو بگیرید، دانلود کنید و بخونید. 5 جلدش هم ترجمه شده کامل و توی اینترنت قشنگ قابل دانلوده. ترجمه یک و دوش کار خانم سحر مشیری که همه یک کتاب خونا به این خانم مدیون هستن. بقیه جلاش هم کار وینترفل و فرزندان جنگل. و خب این بخش ترجمهش رو بذاریم کنار. در کنار این 5 تا کتاب مارتین یه سری داستانک و داستان کوتاه و بلند نوشته که مهمترین اونا کتاب آتش و خونه. این کتاب هم توسط ناشر زیادی ترجمه شده. شما هر کدوم دوست داشتین بخرین، هر کدومشون یه سری معاذای و معایب دارن توی ایران.
ترجمه فارسیش. ولی خب مهمترین مسئلهش اینه که سانسور خاصی نداره. چرا؟ چون کتاب تاریخیه و چندان مسئله خاصی نداشته که خواست سانسور بشه. یعنی داشته ولی اونقدر نیست که داستان آسیب بزنه. چندین و چند مدل ترجمه هست ازش که حالا اگه وقت شد در این نمیم همه اون ترجمه رو بسون بررسی میکنم. و اینکه آره این ترجمه که من دارم ترجمه اینترنتیه، کار مجموعه والامون بوده و اینم خودم کاورش کردم البته. آها واسه ترجمه های اینترنتی بازم میگم گول کسی رو نخورین که مثلا بدین از جای اون واسه تون تهیه کنین. خودتون فایلش رو دانلود کنید، برید پرینت بگیرین، صافی کنین، جلد کنین، با سلیقه خودتون، حتی با سلیقه خودتون سفاره کنین، جلد کنین و هر کاری سوشین بکنین. اگه البته علاقه به داشتن کتاب فیزیکی دارین، وگرنه که همون پی دی افش هم کار رو میندازم. خیلی خب، ظاهرا خیلی دارم تون حرف میزنم، از پشت صحنه اشاره کردن که کم یواشتر حرف بزنم از سر ذوقه، چون واقعا خودمو طرفدار این مجموعه میدونم. یکی از مجموعه مورد علاقه من، یکی از سه تا مجموعه مورد علاقه در کنار هری پاتر و علاقه حلقم. پس شد اینکه من بیام در آینده از ترجمه این کتاب حرف بزنم. آها موضوع بعدی این که سریال خاندان اژدها پر از اژدهاست قبول، ولی لوس نیست. یعنی اینجوری نبوده که HBO ببینه که خب این سریال گیم آف ترونز توش اژدها داره پس بترکون شده پس بیام یه عالم اژدها اضافه کنم. خب نه اینجوری نیست. بارها تو خود مجموعه نقمی از یخ آتش یا همون داستان گیم آف ترونز به این اشاره شده که آقا تاریخچه خاندان تارگرین پر از اژدهاست به خاطر یه واقعی اژدها کم کم نسل شما انقرض میشه. و این کتاب میاد تاریخ 300 ساله خاندان تارگرین رو بررسی میکنه. قرار دو تا کتاب باشه. کتاب اولش که این نوشته 150 سال اولو در بر میگیره. کتاب دوم که هنوز نوشته نشده قرار 150 سال دومو در بر بگیره که این سریال خاندان اژدها دقیقاً بخشای آخره، یعنی آخر اون 150 سال اول کتاب آتش و خونه. پس تا الان شد مارتین دو تا کتاب از مجموع اصلی رو ننوشته، یک کتاب از آتش و خون رو ننوشته. پیره مرده. کتاب بعدی هم این کتابه، بهش میگن شعله‌ای از هفت پادشاهی که شامل سه تا داستان کوتاهه و مارتین گفته که میخواد تا 10 تا داستان ادامهش بده. این کتاب که شامل سه تا داستانه، اسم داستاناش هست شعله‌ای آواره یا شعله‌ای پرچین خواب، شعله‌ای رازآمیز، اسرارآمیز، آره، و اون یکی دیگر هم یادم رفت اسمش رو بایستیم. اسم اون داستان دیگرش هم شوالیه قسم خورده است، اسم داستان سوم شوالیه رفته بود. آره این کتاب شامل سه تا داستانه که راجع به تقریبا 90 سال قبل از وقایع سریال گیم آف ترونزه که راجع به سر دانکن بلند بالا و ملازمش اگ هستش که خب من چیزی از این اگ نگم اسپویل نشه. اونم داستان جذابی. اچ پی او گفته که قراره از این کتاب هم از داستان این دو نفر هم یه سریال دیگه اقتباس کنه. باید یادم باشه که در آینده بیام همه اسپینوفای که قراره از پلن نغمه از یخ آتش ساخته بشه رو لیست کنم، خیلی زیادن. آره همین دیگه. جز این کتاب ها یه سری کتاب و داستان دیگه هم هست که خب فرعی تر حساب میشن، مثلا دنیایی از یخ آتش که آره این کتابه. اینم ترجمه فارسیش دیگه نیستش، فقط ترجمه دیجیتالیش هستش که تو فیدیبو یا تاخچه باید گیر بیاد. این بوکمارک باشه. اینم دانشنامشه، اینو ما کار نداریم. در کل که این 5 تا کتابی که باید 7 تا بشن و اون یک کتاب آتش و خون که باید 2 تا بشه و این یک کتابی که وجبه شوالیه از هفت پادشاهی که قرار 10 تا داستان باشه به جای 3 تا داستان، در برگنده داستان‌های اصلی این دنیا هستن. و از حالا بعد هر جا هر بحثی شد میتونید از این اطلاعات استفاده کنید و شما هم تو اون بحث شرکت کنید. در آینده میام احتمالاً همشون رو جدا جدا یه بررسی کلی میکنم. همین دیگه، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. با دکمه سوپر تنکس یوتیوب میتونید از ویدیوهای ناکس حمایت کنید. اگر هم دوست داشتین ریالی حمایت کنید که میتونید از طریق سایت ویزاردینگ سنتر حمایت کنید. نظر چیزی بودم تو کامنت ها بنویسین و اینکه دوست دارین معرفی بعدی مجموعه فانتزی یا علمی تخیل دیگه چی باشه. همین دیگه، خدافظ. فکر کنم باید صدامو کنم. همه چیز رو راجع به کتاب های عرب و حلقا. کتاب عرب و حلقا؟ What the fuck؟